لحظه شد. ولش خودش دوباره میاره میذاره سر جاش. چی؟ میذاره سر جاش؟ آره به همین خیال باش. چطوری کیف پولو میاره میذاره سر جاش؟ واسه که کیف خالی به دردش نمیخوره. نگفتم؟ اون آمد آی پگرنو ولش کباب بیچاره مردنی را ولش کباب بدبخت. کی میخوای بخوابی لنگ زور الان؟ خیالو که کار تجارت خونم لایه میشه. برای من لنگ زور و لنگ صبح و لنگ شب هیچ فرق نمیکنه. فقط لنگ مرغ مهمه که هیچ وقت گیرم نمیاد بخورم. چیه؟ باز اسم مرغ اومده این شکم کارت خورده قارقور افتاد. شکم تو هم قارقور افتاد. از تو چه پنهون هنون ناشه ای نکرد. بیا با جلو قارقور شکم دوگی سهم در گرم. باز که صدا قارقور میاد مگه نخوردی؟ نه. چرا؟ راستش امروز بچه‌م که رفت مدرسه پول نداشتم بهش بدم نهار بخوره. این لقمه رو میبرم مدرسه بهش بدم بخوره. بله خب بگیر این تیکر خودت بخور. قربون دست خدا انشالله عوض خیر بده. تو شکم صاحب بردن چه خبره؟ باز صدا میاد مگه نخوردی؟ نه میدونی این لغمرم داشتم واسه زنم. آخه حیوانی پا به ماست ویار گوشگوبیده داده. بیا بگه خودت بخور یا برور مادر زنت. مادر زنم کوف بخوره. این تیکر دیگه خودم میخورم. خودم بخور. میگم که کار کاسبی چطوره؟ میبینی که در رحمت رو اون بسته است. اون هفته همش بارون میومد کسی ماشینشو نیورد بشوری. امروز هم که هوا آفتابیه مثل که همه ماشیناشون پنچهشو تو خونه افتاده. فعلا کاسبی تو بعض ماست. باز اقلا کف خیابونا گرد خاک هست که تو بتونی جارو کنی. بنده ناشکر که نیستم. همین گوش کوبیده که خدا میرسونه میخورم و رو چش میسرم. خدایا خدایا این جوون چی داره دارم دربارت دعای خیر میکنم. آه چی شد؟ قولشون دعای خیرت ببرم. آهای بلا زود این ماشینه بشور تا نیم ساعت دیگه برمیکردم ببرم. چشم قربان چشم. مرسی دیدی دام مستجاب شد. گوش کوبیده همش مال خوده. بشه بخور روغن ریخته رو وقفه امامزاده میکنی. اینکه دیگه چیزیش نمونده که. مرامم باد بر شما سلامم خوشحال و آس و پاسم هر جا چه شد پلاسم پرکار و پرشورم من ابرام ماشین شورم من شکر می کنم خدا رو خدای بی همتا رو به بازوهام قوت داد نیرو داد و نصرت داد به کار خود می نازم همیشه سرفرازم با
پرکار و پرشورم من، ابرام ماشین شورم من. کاخ دارم نه خونه نه آب دارم نه دونه، فقط به فکر حالم ابرام بی خیالم. پر کار و پر شورم من، ابرام ماشین شورم من. خوجوش خبر داشت خوشم که خر ندارم، دگام خبر ندارم. پر کار و پر شورم من، ابرام ماشین شورم من. های های وای وای بهت گفتم برو کنار، منم بهت گفتم نمیرم گردن گرفتی و سر بابا یک داری آقا، را مال منه بیفهمی، را مال منه تو باید بری آقا. این جاده املاک منه و مطابق بند دو از ماده سه آیین‌نامه تو باید بری آقا، فهمیدی؟ بزن خواهش کنم دعوا نکن، من علاقه از برو تماشا اون رفت، شما بفهم تماشا بری. چرا این کارو کردی؟ برای که دعوا تموم بشه. اگه خودم بلد نبودم این کارو بکنم. نه دیگه. چرا میزنی؟ اگه مرد یه نفر دیگه بزن گردن کلوم چرا میزنی؟ سگه چی باشی بزنی؟ ارزو نداری؟ چی گفتی؟ اولاقه بیشور بایده میره. اگه گذاشتم اینجا کار کنی، مگه اینجا همین حالا گوره تو از اینجا گم کنی؟ بیا بالا. چرا بی خود با این دنکل افتاد دعوا میکنی؟ مگه نمیشناسیش کیه؟ از اون آدم های گوش تلخ و بد دماغه، تا تو رو از اینجا ردت نکنه راحت نمیشینه. روز این که دست این شغال نیست، دست خداست. اینم پایین شهر یه گوشه دیگه ماشین میشورم، سرقفلشم ارزون تره. بازم که این زنی که پیدا شد دیگه چجوری ردش کنم؟ اومدم فقط به خاطر این بچه است. این بچه چگونه این کرده که به این سرنوشت دچار بشه؟ خودت دلت خواست طلاق بگیری، تو گناهکاری. گناهکار تویی که این بیگناهو به وجود آوردی، گناهکار تویی که اینو تنها و بی سرپرست ول کردی رفتی دنبال خوشگذرونیت. هر جا میخوام کار کنم به خاطر این بچه قبولم نمیکنه. وقتی گرفتمت معلم بودی، حالا میتونی باز برگردی سر شغل سابقه. شغل شریف معلمی هزار بار از وجود کثیف تو بیشتر برای من ارزش داشت، اما تو بی‌انصاف با وعده‌های طلاییت نه تنها من از شغلم باز کردی، بلکه با این بچه شیرخوری که برام باقی گذاشتی هیچ کس حاضر نیست بهم کار بده. این مزخرفا رو بنداز دور، تو خودت خواستی طلاق گرفتی، میخواستی نگیری و بشینی زندگی کنی. آره اون لجنزاری که تو به اسم زندگی برام درست کرده بودی و مثل کرم توش میلولیدم برام قابل تحمل نبود. نمیتونستم با مردی که هر شبشو با یه زن به صبح میرسونه زندگی بکنم. نمیتونستم با مردی که زنا و دخترای مردمو فریب میده و بعد مثل توفال دورشون میندازه. این فضولیا به تو مربوط نیست. من هر کسی هستم و هر کاری میکنم به خودم مربوطه. دیگه هم حق نداری پاتو در خونه من بذاری. برو از اینجا گم شو. برو عزیزم ماشین تو ببر تو خونه و خونه خودتو به خاطر اینا کثیف نکن. یالا برو از اینجا گم شو. بچه رو قبول کردی خودت هم باید بزرگش کنی. و اگرم ارزشو نداری
بذارش سر راه، بندازش جلوی سگ، هر غلطی که دارت میخواد بکن. شوفرات، شوفرهای تاکسی تام میرن، شوفرهای تاکسی به گلن، شوفرهای تاکسی به مخن، الان بلن. برو آقا، بیشتر از این اعصابتو ناراحت نکن آقا جان. برو جانم، شکر کن که اتفاقی نیفتاد آقا جان. برو جانم، گذشت داشته باش جانم. خیلی خب آقا، داریم میریم آقا، چقدر آقا میگه آقا. بچه شیطون اینجا رفته چی کار؟ بیا بیرون ببینم. نکنی یه نامسلمون تو رو اینجا کاشته و رفته. آه این بچه مال کیه؟ خیر جا تر مادر بچه نیست. کوچول برو بگی سر جات بخوام بترسم شهرت باره بگیره. آهای چی کار میکنی؟ میخوام بچه بزنم سر جاش. خجالت نمی کشی تن لش میخوای بچه ده سر را بذاری؟ حیا نمی کنی؟ هک کلت گنده؟ بچه ناظرین تو میخوای سر را بذاری؟ شرم نداری لش از خدا بی خبر بچه معصوم تو سر را بذاری آره؟ آخه این بچه خبی شو بیا بالا اون هکل گنده ده به کار بنوز کار کن که بچه ناظرین خودت رو بزرگش کنی بابی چی شده آخه چی حرف میشه که خبی شو میخوان چی شده باشه این هکل گنده یه لش بی آر برای این حال کار کردن نداره داشت بچه ناظرینشو میداشت تو سقفونه فرار کنه چه رسیدن باید شو گرفت آقایون گوش کن خبی شو تو رو خودو ببینید، تو رو خودو ببینید چجور آدم هایی تو این دنیا پیدا میشن خاک بر اون سرت، حیف یک موی گندیده این بچه آخه این بچه که خفشو آخه او زهر مار، آخه با درد بیدرمون، آخه با مرض، آخه با گوف، آخه با هنه، آخه با دیگه نمیزنی؟ بزن چه حالا چه مفته
سرکار ما دیدیم این گذاشت تو بغل این آقا و فرار کرد. آره من هم دیدم. ساکت شده کجا رفتی؟ حالا دیگه پا داره بردی؟ خدایا بچه همه کی برد؟ آقا یه بچه شیرخوره اینجا ندیدی؟ من همین یکی ها دارم شکر مال کوچیک تو نرو که تو نرو بد مست که تو نرو لاکر دار که تو نرو ده تو نرو ده تو نرو ده تو نرو آقای اون چرا باشدین؟ چرا باشدین نگاه میکنی کمک کنیم ببرم یک بیمارستان سواب داره کمک کنیم آقای اون بری بری شکلتون برم کمک کنیم خانم جو پشو خانم جو فریاد بشم پشو بری تو خانم جو بری تو وای بیچاره کنم دروغ نمیگم رستم دم سقاخونه یه خورده آب زهرمار کنم دیدم این بچه گوشه سقاخونه است دلم سوق از تو سقاخونه آوردمش بیرون باز خواستم بذارمش سر جاش این آقای از خود راضی رسید گفت چرا میخوای این بچه رو بذاری سر راه هر چی خواستم بگم این بچه بچه من نیست اینجوری زد تو سرم گفت قفشو گفتم آخه این بچه گفت اوه قفشو گفتم بابا جون این بچه گفت قفشو
منم دستم بچه دامنگیرم بشه، دادمش بغل همین آقا فرار کردم. اصلا آقای رئیس، من هنوز مرد نشدم. نه اینکه فکر کنین نامردم، نه میخوام بگم من هنوز پسرم. شایدم تا آخر عمر هم تو دست نخورده بمونم. چرا؟ آخر روز کردم پول دروش بخواد. من همیشه پول خور دارم. به خدا اینقدر دلم میخواد با یه دختر مامانه عروسی کنم. شما دختر زیادی نداری؟ خفشو! ملاحظه فهمودی؟ هنون حرف از دهنم این رای مده میگه خفشو! یه خفشو! بچه تایی بیو شیگر کنم سازمان تابنده افسر نگهبان کلانتری 15 شیگر کنم پیش چیگر تلم؟ بخواب بخواب پیش دودر تلم باباش بیا بابا خسته بیا بابا خسته بیا نمیفهمم بلندتر صحبت کنی پیش چیگر تلم؟ خانم این بچه را ساکت کن پیش با شما هست تلم پیش چیگر تلم؟ پیش بیا چش بلندتر صحبت بفرمید آقا نمیفهمم گفتم این بچه را ساکت کن چش قربان چش دیگه چش دیگه چش خوب چش دیگه چه خوشی خدمتتون باشه بلند شو بچه رو فعلا ببر اون اتاق آقای خواهش میکنم شما بفرمایید تا بعد صداتون بزنم بله خواهش میکنم بخواب بخواب آها بله متوجه شدم الان براتون توضیح میدم آخه جان من خدا رو خوش نمیاد بچه به این نازنین رو سر را بذاری شایه سگ اومد بچه تو خون باز یه بچه تو آخه نام و سلون چند دفعه بگم بچه مال من نیست بس میگی این بچه مال من نیست اگه این بچه بچه اینطوری بچه نه قشم اینطوری کجا این بچه شبیه منه یه بچه شکل وزقه وزق چشش نکن این چشمایی تو گرد و ریزه چشمای من ریزه چشمای من عین گاوه دهنی که نگاه کن این قنجه این دهن جو بابا دهن من گاله است این یه قنجه عجب خریه اخ دماغش هم قلمیه این دماغ من تو بمیری تو رو به اون شرافتون این دماغ قلمیه آره قلمیه بله با زهر ما دماغ بابا تو قلمیه هفت کشت من همه دماغاشو مثل من کوفته ای بوده آب دهنشو نگاه کن درست مثل تو راه افتاده نگاه کن آب دهنش که راه افتاده چی؟ از یه جا دیگهش هم آب راه افتاده بر اون پدر لعنت بچه تمام جونمو نجس کردی مگه سلسل بول گرفتی؟ بقشم پس داده بگیریش دادش به زحمت یه خورده من دست بالم درارم خدا عوضت بده چی کارش بگر بچه بیگناه ها؟ کارش نکرده بگیریش بابا یه دقیقه به زحمت بگیریش من دست بالم درارم بگیریش بابا مگه تو مریضی بچه را عذیت بکنی؟ بگیریش بابا من کارش نکرده شما به زحمت بگیرش نمیفهم شما چه کارش میکنی تو صداش بلند میشه من که کاریش نکردم بگیرش بابا برای تو باقل اینا دادوز یارو راست میگم آقا اجدان به زحمت یه دقیقه بچه داشته باشین اینا جنساشو خورده شیشه داره فقط تو باقل خودش آروم میگیره اجدان شما که مثل اینا خوشتون میاد من که کاریش نکردم برادر ای بس خود بچه هست بچه رو همچی میکنه ساکیچ برو آقا بدت نیافته بدت دیگه میبینی این طفل معصوم چجور به تو عادت کرده بچه پدرشو میخواد میبینی تو میاد بغل تو فوراً ساکت میشه با خمان از مهر پدری که چقدر مقدسه آره امان از مهر پدر بیا عمو جون اگرم این بچه بچه تو نیست قبولش کن ثواب داره شاید هم این بچه برات قدم داشته باشه و زندگی رو به راه بشه
قبولش کن. قبول کن. آره بابا. قبول کن. قبول کن. آره بابا قبول کن. قبول کن. قبول کن. قبولش کن. قبول کن. قبول کن. قبولش کن. قبول کن، قبول کن، قبولش کن، قبول شدم، 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 ببینم راشیدو چیکاره ای؟ چیکاره؟ من یک کورو نمیدیم، مادر بچه خوابه جو، میخوای اگه بیکاری یه جو معرفی کنم مشغول بشی؟ من یه این کاری که الان برام پیدا کردی بده، ارزه داره بیا بگی خودت مادر بشی خوابه جو! خلاصه اون ساختمونی که اونجاست برای یکی از آشناهای منه، کارگر ساختمونی میخوان، فردا صبح برو اونجا من سفارش نمیکنم فعلا ما اینونی که تو دومانم گذاشتی تا هفت پشتم راحت زندگی میکنن خوابه شو! خوابه جو! کارای خدا رو ببینی من پیدا گرفتم از هیچ کدومشون بچه دار نشدم اون وقت این گرم بچه همه بچه دار شد بفرما اینم روزی دیگه چی میخوای؟ آفادا خوب بود عوض آب صابون شیر بازش میخته پایی خودت میدونی که من شیر ندارم شایدم خوش شده بچه لعنه بخ پدر مادره من خودم و مادر بد و گناهکاری میدونم یه ندای قیبی دائما منو سرزنش میکنه میگه چطور دلت اومد بچه معصوم و بیگناه گوشت تو درست شده چطور طاقت آوردی مثل پس مونده غذا بندازیش تو رفتار پدرش باعث شد که فکر و عقلم از دست بدم آقای دکتر مثل که من سالمم چیزی نشده بله خانم خوشبختانه در مهارت و احتیاط آقای راننده حتی یه زخم کوچک هم بر نداشتید فقط ترس و ناراحتی روحی شما باعث شد که بشید اصلا کشله و لورده می شدم و هیچ وقت زیر ماشین بیرون نمی اومدم آبجی این چه دعاییه می کنی؟ اگه شما از زیر ماشین نمی اومدیم بیرون من هیچ وقت از زندون بیرون نمی اومدم آقای دکتر میتونم منم برم دنبال بچه‌ام بله خانم حال شما کاملا خوبه بفرمایید برید ایشالله که موفق بشید بچه‌تون رو پیدا بکنید بله بفرمایید بریم آجی من امروز اصلا از خیر کاسبی میگذرم اینقدر میگردیم تا بچه رو پیدا کنیم بچه‌مو تو همین سقا خونه گذاشته بوده آجی یه دقیقه همینجا بشین من برم از کنفم بپرسم بیام از کلانتری که رد شدید کوچه اول نه کوچه دوم نه کوچه سوم دست چپ نه قربون آشدان برم خداحافظ آبتی جون مجده مجده بیا سوار چش خدا داره کمک بکنه بفر بالا از کلانتری که رد شدید کوچه اول نه کوچه دوم نه کوچه سوم یک چهار یک دو سه چهار حضرت آقا یه زن مردی با شما کار داره با من چیکار داره؟ چه میدونه؟ خانومه که بد نیست شاید هم خیال دارن جای شیشو میزنه شما رو بگیرن من دیگه قشنگ بودم بعد از دیگه یه غلطی نکنم یک دو سه چهار یک دو چیکار داره رئیس ما رو چیکار داره یک دو سه چهار چیکار داره یک دو سه میخوان درباره بچه شیری که گم شده با شما صحبت کنم بچه‌شیری
اجازه بدید که من یه دقیقه استراحت کنم و با این خانم آقا صحبت کنم. آخه خانومم به من التیماتوم داده که اگه تا آخر این برجا جلو کم نکنم ازم طلاق بگیری. خانم اجازه بدید عزیزم. بفرمایید صحبت کنید. آقا یه دقیقه بیشتر مزاحم نمیشم. من رو نفهمی دیوونگی بچه هم تو سقاخونه و بعد پشیمون شدی برگشتی که بچه رو بردارید دیدی جا تر و بچه نیست تا تر قضیه رو خوندم. آخ بیچاره ابراهیم دی میگم این بچه مال من نیست. من گردن شکسته ای میدارم گفتم خفه جو بچه مال خودته. آخرش هم به جور بچه رو بهش دادیم بود. ببخشید آقا آدرس اون مرد کجاست؟ ولی یه آدم بیکاره بدبختی بود. آدرس یه ساختمون رو بهش دادم که بره اونجا کار کنیم. اگه خانمم اجازه بده من الان با شما میام اون بدبخت پیداش میکنم. خانم تو رو خدا اجازه بدین کمکم کنه. برو زود بیا. چشم عیزم مطمئن بود که آمه رو بخش تنلش صبح تاشم کارش خوردن و خوابیدنه. یه سال باش عروسی کردم از شما چه پنهون. هنوز ارزو نداشته صاحبه یه بچه بشه. پس درست رو نوشته منه. عیزم اشاره همین امروز بچه شما رو پیدا میکنم. برای بچه خودمونم یه فکر میکنم. یکی دو سه جریه آخرش نفهمیدم تو مردی یا زنی ها؟ والا من خودم نفهمیدم. تو چه مرد باشی چه زن باشی چون بچه داری جات اینجا نیست. برو بیرون. برو بیرون یواش آقا بچه بیدار میشه. برو بیرون. انگار بلندگو قورت داری. مگه با بچه میشه کار کرد؟ خود باش برو بیرون. بچه تو خود تو هفت هشت بچه داری نبی کار میکنی. گامشو برو بیرون من هنوز توشیزم. با بچه میخوای بیای سر کار؟ بله آخه کسی ندارم نگرش داره. اگه اجازه بدی با خودم میرش اونجا کم کم کارو یاد میگیره. هر وقتم گیری کرد شیر گاو دارم بهش میدم بخور. لابد بعضی موقع من باید سرپاش بگیرم. برو عمو دنبال کاره. برو مزاحم نشو. تا آقای رئیس نفهمیده که تو بچه داری زود باش از اینجا باره بیرون. یلا حقوقت روزی 5 تومنه. یه روزم غیبت کنی بدون عذر و بهانه اخراج میشه. چشم آقا خاطرتون جمع باشه. ببرش سالن شماره 1 وظیفه‌ش هم بهش بگو. صدا از زیر کت شماست؟ مال آقاست. بله صدا از زیر کتشی. بله یه رادیو کلاسیکالیه. اینجا محل کاره. رادیو تو بذار اینجا شب که خواستی بری بگیر ببرش. آخه من به این رادیو خیلی علاقه دارم. گفتم رادیو تو بذار اینجا و الا بیرونت میکنم. بفرمایید این بچه همه کسی ندارم تو خون نگرش داره. قول میدم سرسرا را نندازه. قول میدم بندازش بیرون اینجا شیر خارقا شدی. یالا برو بیرون. دیدی که نشد برو دنبال بچه داری. گفتم برو بیرون. خیلی خوب مشغول باشی. بزنی میری به آسمون نصفی شرا خورده دیگه بهت نمیدم. بقیهش مال شبته. باریکلا حالا شده بچه آدم مثل که خوابیدی. خوش و کچولو یه نقشه واسط چشیدم. میخوام بزنمت همینجا برم. میدونی چرا؟ زندگی منو پاک به هم ریختی. به خاطر تو هیچ کس بهم کار نمیده. تو هم مثل کنه به من چسبیدی و حاضر نیستی یه دقیقه از کولم بیای پایین. اما باید بگم من اشتباه گرفتی و به خیانت علی‌آباد شهریه. نه من بدبخت تو آفاسم اون یه ستاره ندارم. و اگه پیش من بزرگ بشی تازه میرسی به مقام منصب من بیکار و حاکم اندق. یه خواهش از افتاره شیرتو خوردی جیشت هم کردی الانم هزار ماشاءالله خواب خوابی. بیا بالا قرتن همینجا بخواب بزن و بریم. شاید یه پولدار پیدا شد و تو رو برد خوشبخت شدی. خوش
خدای خودش شاهده که من دروغ نمیگم. اگه این کوچولو پیش من بمونه بدبخت نمیشه؟ فهمیدن چرا؟ بدبخت میشه. حالا باور کردی؟ ما رفت. ما چه خداحافظ رو بده؟ خداحافظ. تبور من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور رنگ شادی رنگ سرور همینجا نگردم تا که میخواستی دروازه دولاب پیاده بشی عیب نداره همینجا پیاده میشم بله خب یه تومن بده خدافز باش اومد به من بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا من صبور من به آم ندیدم شو خواهتون بچه قد میه تو را باش اومده زخمه بود چرا گره کردی؟ ایشالا باشه پنجر بشی خدا رو شد مردشون سرد سیرات ببرد سلام علیکم سلام علیکم اسمال کچیکه چی شده؟ چی بگم با یه ناکس سخصی ها یه بس شیری رو گذاشت تو تاکسی فرار کنه گرفتم و بچه رو انداختم پیشش بی معرفت میفرینم کرد نازدیکم دقیقی ترکید بچه شیری که میخواست بذارم فرار کنه اون یاری آدم بدبختی نبود بچه یه پتوی صورتی دورش نپیچیده بود چرا؟ یه پتوی صورتی دارش پیچیده بود اون یارو هم یه آدم بدبختی بود یه جب چکمم کرده بود باید همه شو خب باید خود خودشه از کدوم طرف رفت رفت از اون طرف تو کوچه اون جا بیچید یارو اشوالی شید یارو بجره خوب یارو بجره خوب یارو بجره خودشه من رو خورمه برم یارو بجره خوب یارو بجره خوب یارو بجره خوب جزغال چه مکافات از دست تو میکشن؟ اگه تو تاکسی یه دقیقه در نون سر جیه گذاشته بودی و گریه نمیکردی؟ الان تو رفته بود از یه طرف ما هم از یه طرف
نکنه از دیگه تو تاکسی قرازه گذاشتم ناراحت شدی. دبا عجب ناچز هست تو بچه دو ماهه، انگلیسی حرف بزنه یا دلت قاره قور میکنه. چطور بزنم توی یه ماشین شیک عیونی؟ چجور حرف زدنیه؟ من که نمیفهم چه غلطی میکنی، اگه فاش بدی با خودتی. مهرد چه خوشش اومد زهرمار، میشیدم به چشم و اگه بزرگ بشی چی میشی؟ ماشین که میخواستم اومد کوچول، اگه بذارم توی ماشین میری خوشبخت بشی. بیا بریم. داده ها را انداختی، من نمودم خلقم خفه میشد، اما توی این ماشین نون تو روغنه. برو تو پول قلط بزن. این چه جگر رو نمیداری؟ گشته بخوابم جون سگ درمو نمیمیرم، اما تو اگه یه شب شیر نخوری برای همین بود که خواستم تو رو جا بذارم. به خدا وقتی این غلط کردم تو داشتی از من دور میشدی، یه و قلبم تو ریخت و فهمیدم سخت به عادت کردم، اما از حالا قول میدم تا عمر دارم پیش خودم نگرد. بفرمایی خونه خودتونه. خونه جون در میمو خونه رو باکنه. بفرمایی این اتاق زیادی مال شما، تا هر وقت دلت خواست میتونی توی زندگی کنی. چی انتظار کشیدیم از بچه خبری نشد. ببینم مگه شما بچه نداری؟ چه میدونم از این بپا. از من چرا از تو بیارزه باید پرسی؟ هرچی دوا درمون کردم فایده نداشته، دکتر میگه عیب از شوهرته. نفهمیدم حالا دیگه من ابداع شدم؟ دروغ میگه آبجی. سال اول عروسیمون بچه‌مون دو ماهه شد که من پریدم اینا رو واسش خریدم، اما نمیدونم چطور شد که خدا نخواست به این دنیا بیاد. از اون سال تا حالا دیگه بچه دار نشدیم. شاید مصلحت خداست، شایدم. بابا
بچه ما رو جمع کنه. شاید هم الان بچه شما رو یادم پولداری برده و داره تو خانه ما زندگی میکنه. کلفت نوکرام دارن براش لالایی میگن. لا 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 گل پونه سرم منگو دلم خونه. لا 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 گل میمون تو هم مثل منی ویلون. کجا رفته مامان جونه بابای ال دنگ نادونه. لا 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 تو قنداقت نریزی آب به قنداقت. پول قنداق هنوز بر جاست بده کارم به مشتبا. لا 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 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر الله اکبر. بذارید دور کرد نماز به کمرم بزنم. شیری شیری آی شیری وایسا. ببخشید یه شیر بده. نداریم شیر نداریم. پا اینا چیه؟ پلنگه. هرچی هست صاحب داره. پولشو میدم. من فقط یه شیشه میخوام. نصف شیشم بخوایی ندارم. من به اندازه مشتریام شیر آوردم.
آخ من واسه بچه میخوام. واسه گندم بخوایی ندارم. شیری بازا چرخ پنکر بشه. چهار سال شوهر پرستار کودکستانم قربونت میرم. یخ کنی خلاصا مریم خانم رفتم پیش رئیس کودکستان و گفتم یه همچه خانمیه سواد داره اینطوره اونطوره اینجوره اونجوره چند جوره مجبوره یخ مار اونم قبول کرده گفت فقط باید شما رو ببینه بلنشید یا لاجشو بلنش بریم بلنشو سر کله زدم با 500 بچه قد نیمقد خیلی کیف داره باش بریم همگی سوار ماشین بشین و برین گردش من امروز میخوام خانم ناظم جدید رو به شما معرفی بکنم مدت 6 ساله که مریم خانم تو این کودکستان مشغول خدمت هستن به پاس فداکاری های ایشون قرار شد از امروز ناظم کودکستان شهلا باشن آفرین خیلی متشکرم من خودم شایسته این مقام نمیدونم اما به خاطر اینکه شما مثل بچه های خود منی حاضرم تا آخر عمر خدمتکار کودکستان باشم بابا این گل برای تو چیدم نیم وجب اینجا باغ بابا دیست چه گل رو میچیدی اینجا پارک اگه به فهمه از یه لغمونم که میخوریم با میشه یه بستا این لیوانی ده عوض این کارا فرو باد کنک ها بفروش ده برو دیگه خیلی خوب دعوا نداریم امروز کسی اینجا نیست خلوته خودت بیا بخر مشتری از من نفسه پیدا نکردی خانم نیزه
اونجا کجاست؟ پارک کودک. بریم اونجا. امروز میخواستیم بریم پارک سایی. بریم اونجا. خیلی خوب رضا، برو تو اون پارکی رو برو. برو بادشون. بابا. سرش کلا گذاشتم. چرا؟ بادکنک سوراخه رو بهش فروختم. بادکنک سوراخه؟ نه آور رو یه بادکنک سالمش بده، خدا خوشش نمیام. چه بوده که پیداش کنم؟ من خودم
یه بچه دارم. میدونم که این گنچه ها چقدر برای پدر مادر عزیزم. ماشالله بچه چنده میتونه؟ دو بچه 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 اولیه. خانو خیلی حواسی جون بچه ها. یه ما پیشم همین سوال ازم کردین گفتم اولیه. منظورت میخوام اومدین تو پارک بگردین؟ بله، اما مگه این تنبل حال پیاده روی داره؟ همش دلش میخواد به جون بگردین. من هر رو از سرسبیل میبرین تا شمرون رو برمیگردونه. شما رو به خدا دیگه گوش واسه تنم مونده. بچه ها گوش نشونه، ما میریم کودکستان، میتونیم شما رو برسیم مرده. آخو جگرم، بیا زباشی. آقا بچه رو بجه بالا، کنسکر رو بجه برو. قول میدم که دوباره فردا برم تو شمرون رو دوباره پیاده برگردم. بفرمین خانم. بیا بالو. تو چه چشرونی؟ بشین دیزی تو بخور. بابا حاجی فیدون، افراو به خودم دارم میمیرم، افراو به خودم باید لقمه شیرم. امشب چیتونه خیلی زیاده روی میکنی؟ چه زیونی سرم درد میکنی؟ هرچی نگاش کنی بیشتر سریتون درد میگیره. 6 ساله که به این سر درد میکنی. علاجش آسون. قرص بخورم. چرا قرص؟ مگه من چطورم چون؟ همه تون سر درد میگیری. اون که زنمه به خاطر پولم با من عروسی کرده. تفیقه تفکیجت مرمه. ماشین حاضره. یه رفت دیگه تو انداختم جلو که همین الان اجرا کنی و آماده ی حرکت بشیم. شوهرم کجاست؟ فعلا سرش کرد. بیا. این 10,000 تومان پیش بسته. پس فردم که جنس را از خورم شر آوردی و تحویل دادی، 10 تای دیگر رو نقدن بهت میدم. بری کنار. بد نیست که 2 شب رفت آواز 20,000 تومان. اگه 100,000 تومانم بهش شدین، نمیذارم زنم از تهرون خارج بشه. نمیشه. قراردادیه که بسته شده. باید فردا شب تو خرمشهر برنامه‌شو اجرا کنه، والا 50,000 تومان وجه تخلف باید بپرده. تازه عزیزم، از نظر اخلاقی هم خوب نیست آدم زیر قولش بزنه. تو زن منی و من اجازه نمیدم بری. تو غلط
میکنی اجازه ندی؟ مگه کی هستی؟ من کیم؟ بعد با حال دیگه یادت رفته من کیم؟ من همونیم که تو از کوچه ها جمعت کردم. من همونیم که تو از لجنزاری که مثل کرم توش میلولیدی بیرونت کشیدم، آدمت کردم. ماشینی که زیر پات مال کیه؟ خونه بزرگی که به اسمت کردم کی برات خریده؟ لباسایی که رو قیمتی که هر روز یه جورشو تلت میکنی با پولای کی خریداری شده ها؟ زن و بچه بدبختمو به خاطر چه کسی از خونه بیرون کردم؟ بحث دیگه تون نر آقا، پیادشو با هم بریم. چشمت کورشه، میخواستی عاشقم نشی، خیال میکنی منتی سرم داری بدبخت بیچاره؟ خاطر خواهی ریخت و پاش داری جونی. خانم بفرمید، نوبت رفت دوم شماست. بری رفت بیرون. آخه وقتی از مسافرت برگشتم خودم میدونم چجوری سر حالش بیارم. ویانا مال خودم، این مال تو، این هم مال تو. من تو اگه با پلیس برخوردیم که تا ما زرگرم دیگه، پس من چی کنم؟ تا رقت پای ناغار رایی. من حاضرم، بریم. دنبال ما وارث میلیون ها پول شدی، کور خوندی. از زن اولش یه بچه داره، قانونا اون وارث میشه. کدوم بچه؟
6 سال پیش زنش طلاق داده. کردم تا حالا بچه‌ش سگ خورده باشه. والا اگرم شک داری نصف ارسیه مال ما تا کمکت کنیم. قبول میکنم. پس تا زوده باید بریم تهران انحصار وراثت بدیم. وراثت هم تا بلر میشه هم ما. وقتی بچه‌ای وجود نداره شکایت فایده‌اش چیه؟ شناسنامه بچه رو نداری؟ چرا؟ یه ماه بود که براش گرفتم. اما وقتی شناسنامه صاحب نداشت. فعلا برای اینکه تا یه مدتی نذاریم ارث و میراثش سگ خور بشه شما شکایتو بکن، شناسنامه رو نشون بده، شاید خدا خودش مرحمتی کرد و بچه پیدا شد. آره مریم جون، زیاد فکر نکن، بلاشو بریم. پاشو باری کله، پاشو. تمام ارث و میراثش مال شما، بچه شما. بله. نه خانم، شما نمیتونید وارث منحصر به فرد مرحوم شبدیز بشین. چرا نمیتونم؟ من زن عقدی و رسمیشم. درسته، ولی قبل از شما خانمی به نام مریم به اینجا اومد و طبق این شناسنامه ادعا کرد زن مرحوم شبدیز بوده و ازش یه پسر داره که 6 سال پیش اونو سر راه گذاشته و فعلا بچه پیش یه نفره که اونو بزرگش کرده. ولی این مدرک بر شما کافیه؟ از کجا معلوم تا حالا بچه نمارده باشه؟ ممکن، ولی مادرش یه نفر به عنوان شاهد معرفی کرده که از وجود بچه اطلاع داره. فعلا شاهد برای تحقیق احضار کردیم. تنها یه راه میمونه، شما میتونید تقاضای انحصار وراثت کنید و اگه در ظرف 3 ماه از اون بچه خبری نشود، دادگاه شما رو وارث منحصر به فرد مرحوم شبدیز میدونه و در نتیجه تمام اموال و دارایش متعلق به شما خواهد. سلام علی باش باش. بنده چون خوب هستم، من احضار فرموده بودید که درباره بچه این خانم شهادت بدم. متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید بشینید. شهر بدید که آیا بچه این خانم رو دیدید و اصولا این بچه حیات داره یا نه. نه خیر، حیات نداره. حیاتش کجا بود تفلک؟ توی اتاق اجاره‌ای با اون ناپدری بدبختش داره زندگی میکنه. پس بچه زنده است و میتونید ثابت کنید. بله، چند دفعه تا حالا دیدمشون. همین چند وقت پیش بود که سوار اتوبوس 2 طبقه بودم، بچه رو دیدم بغل همون یاروی که بزرگش کرده. گوشه خیابون واسده بودن. سرم از شیشه کردم بیرون که صداشون بزنم، سرم لای شیشه ماشین گیر کرد و دیگه در نیامد. چطور در نیامد؟ چطور نداره؟ مثل سر گاو که تو خمره گیر کنه. نه، بعد همینطوری که آقا فرمودن سرم مثل سر گاوه خلیشم بره گیر کرد و بعد دیگه در نایمد. بعد رفتم که پیداشون بکنم قیبشون زده بود. به هر حال شما از امروز تا 3 ماه دیگه فرصت دارید بچه رو پیدا کنید و بیارید اینجا. بعد از 3 ماه اگه پیدا نشد وارث قانونی خانم آقای شبدیز خواهند بود. خانم شبدیز کجا؟ خب آقای باست، تا 3 ماه دیگه خدا مرمت بزن. تا اون روز شما یه کاری میتونید بکنید. شما ملکی. شما پایین پایین تا اون روز فقط یه کار میتونید بکنید. تو بهشون بگو چی کار کنم. بگو. شما یه کار میتونید بکنید. قربون ننتون بیرون. بله. آقایون بفرمایید بیرون. خواهش میکنم بفرمایید. اینان دارید بچه وجود داره، باید شب و روز برای پیدا کردنش کوشش کنید. یاره کلافته بی خودی داره میگه. آخه بچه کجا بود؟ شایدم راست میگه، این 3 ماه شب و روز باید مواظب این گنده باشه. مدن بریمون. وای اسمال کوچیکه. چیه؟ اون طرف خیابون منتظرمون باشه داره. عجب غلطی کردم، شهادت دادم. نکنه یه بلایی سرم بیارم. آه منو داری؟ نه تصمیه سوارشو بزایی بچه. یالا آقای تونخونشون بدین که پس فردا جشن تولد باشه. مطمئن باشه زودتر از همه میاد. متشکرم خدافش. حالا من درست نمیدونم کوپل جون، چند روز از کودکستان که میاد میره تو این پارک میگرده، میگه دلم واز میشه. این کارش هم مثل جشن پس برداست. بیچاره وقتی که بچه نداره چرا جشن تولد شده؟ دلش به یه همچین روزی خوشه. 6 ساله این کارو میکنه. وای باز اینا جلومون سر شدن. تا منو داری نترس، منو میگن اسمال کوچیکه. نگاش نکن، چشم درویش کن. چرا هر روز میاد اینجا؟ چه میدونم؟ میگم اینقدر نگاش نکن بابا، نکنه این خانم میاد اینجا میخواد زن تو بشه. ما
از این شانس نداری. از کجا معلوم شاید میخواد زن تو بشه؟ منم از این شانس ندارم. کوچولویی بادکنک بده به من. آقا کوچولویی بادکنک بده به من. نگفتم. سلام خانم. برش بده خدمت شما. مردم ناز میکنن شام روشن کنم بس که شما ناز کردین هر روز یه بادکنک از پسر من بخرید. اینطوری خانم. شما مگه بچه‌ین که اینقدر بادکنک میخرین؟ راستش بادکنک خریدم بهانه است. بیشتر به هوای پسر شما اینجا میام. شنیدی بابا؟ طول عرض رو جورش کن. پسر شما مدرسه اینجا؟ مدرسه مال بچه هاست. من و بابام شبا با هم میریم عکابه. راست میگه. دلم خواه وقتی بازار شد دکتر بشه. خیلی خوبه. راستی پس فردا بعد از ظهر جشن تولد پسر گم شدمه. میخوام از شما و بچه‌تون دعوت کنم بیاین خونه من. پسرتون گم شده؟ بله، 6 ساله. اگه الان بود اندازه پسر شما. واسهش نکنه خانم. خدا به شوهرتون سلامت بده. یکی دیگه؟ خب دعوت من قبول کردین نه؟ بله خانم. چه وقت تا کجا بیاییم؟ من خودم میام دنبالتون میبرم اتون. خدا به سلام. خانم دیزی بفرمایید. متشکرم احمد جون. خدا حافظ. بس دیگه اگه نگاه شدتون. احمد جون هم شدیم. بابا جون چرا گذاشتی بره؟ رو ببرم گفتم بس دیگه اگه نگاه شدتون. معلوم بابا چه ناکسی بوده. ببین چطور داره زن بیچاره میخوره تشا. بشین نیم وجه به دیزی تا بخور.
خانم نزل چه به بچه که زهر رو بغلش میکنه؟ لباساتون کثیف میشه. بله دوستش دارم، اصلا این بچه منه، دیگم از این حرفای بد نزنی. ببخشید آقا، بچه هست نفهمید چی گفت. مگه دروغ گفت؟ این بچه یه دست، منم خود گدم. بیا دیدش بینم که ریاد قربونشون. بس خدا یک چی دارم ببینم، اگه خودی گرد از برام بشید. تو ماشو شیرو نیستی؟ بودم، برو خود اجاریه بشو. کجا؟ ولی من تو آسمونه دنبالت میگشتم، توی همین زمین خاکی یه دو برده. اشتباه گرفتی، ولم کن دلت خوشه. کجا؟ مگه من به این آسونی ها بلد میکنم؟ با خیزه و زحمت گیره بردم. من یه کارت من سارا کار نکردم کسی جارت داشته باشه محکم بگیره. ولم کن آقا بگیریش خودشه، اون بچه دارگیه، باید بگیریم. کجوریم؟ باید گمارم این همون بچه باید باید قبل از اینکه اون کلوفتی به اونا برسه، ما حساب بچه رو برسیم. برو دنبالش بگیریش دارگیه. لباسی تو کثیف نکنی و باری کلا. پیداش کردم. پیداش کردم. چی میری کردی؟ پیداش کردم. چی میری کردی؟ پیداش کردم. پیداش کردم. میگم چی میری کردی؟ پیداش کردم. اما باز گمش کردم. چی رو پیدا کردی؟ همون گردن کلفت و بچه تو. از خونه خودتون اومد بیرون. نمیفهمم کدوم بچه؟ کدوم بچه؟ بچه خودتون. ببینم غیر از بچه ها که امروز اینجا بچه دیگه ای نبوده؟ نه خانوم، حواست کجاست؟ بستنی فروشی و بچهش که اینجا بودن قر کردن رفتن؟ بستنی فروشی و بچهش؟ وای خدا. آره اونام اینجا بودن، روزا تو پارک کار میکنن، دلم سوخت دعوتشون کردن. آخه بچهش خیلی شیرینه. بچه بستنی فروشی خیلی شیرینه. وای خدا. آره شمای کم خانوم داد به همون بچه فوت کرد. بچه بچه بروشه شمای رو فوت کرد. وای 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 خدا دونم چه اتفاقی. قربونت برم خدا که کارا رو خودت درست میکنی. خانوم اون بچه که شمای رو فوت این کیه؟ بچه خودتون. بچه باور کنم. خانم جون باور کنید، ایشون که بی خودی غلطی نمی کنه. کاش نداشته بودی از خونه بری بیرون. حالا باید چند سال دیگه دنبالشون بگردیم تا پیداشون کنیم. میدونم محلش کجا. بی جهت نبود که هر روز یه نیروی منو وادار میکرد برم. اسماعیل
تو آقای تندخو برین هر طور شده هر جا هست آقای بازپرس رو پیدا کنین و بیارینش تو همون پارک کودک. ای وای تاکسی اون گذاشتم سرویس من حاضرم پیاده بوده آشون با چطور بشوشی دیگه بگیرین. زودتر به نتیجه میرسیدیم ها تا منو دارین نکرد اصلا خودت چی هستی؟ این وجه قد داری؟ من چی هستم؟ خیلی خوب به نشون میدم نرو من میترسم باشه من یه جا قایم کن باش من از باشه که اومدم پایین دارم میان دنباله بود چیکار کنیم؟ وای نری من که رفتم شما چرا میتر کارو میخوان چند کلمه در مورد بچه با شما صحبت کنن اونجا تو ماشین نشستن بفرمایی خواهش دارم کجون از باره چرا تا فرمه کنون نمیشه یه وقت باره دیگه تا منو داری نترسا دی کنه ببرن یه بلایی سر این بیچاره بیارن من برم باز پرشو بیارم از من کچی کنه چرا تو خیام بسته ببینه به از عرض سلام چه خوب رسیدی رزه سوارشم تا بهت بگم بیواله ماشین رو چی کارش کرده سرویسه ای سر صدا کنی شعره یه میره دادا اصلا رنگ ندارم که بریده به شعره دو آیی خدا جونم دیگه یه رنگ داری؟ ما کارت نداریم اگه بگی بچه کجاست هرچی دلت خواست بهت پول میدیم بچه کجا؟ بعد از چند سال که همه زحمت کشتم و یه تخم دو زرده کردم حالا بچه همو بدم به شوبا؟ تخم دو زرداد مال خودت اون بچه رو میخواد اون بچه رو چرا زودتر نگفتی؟ اون بچه تو شکم نناشون مثل اینکه با زبون خوش راضی نمیشه خودتو به کوچه یالی چاپ نزن بگو بچه شاب دیست کجاست بگو مالو وای من بگو میساب شده رو ورداره تا بهت بگم وای من مادر بچه بهتر میدون حرفا دروغه بیا شیرین تو بخور مگه بهش باغ وحشه که هرچی دلش خواه بره توشه بیاد بیرون همون خانم است که هر روز مت باد کلک میخره میگه من مادرتم دروغ میگه اینا بچه دوزن هر روز با یه هیله میان بچه های مردم میدوزن یه دفعه میان باد کلک ها میخرن یه دفعه تو خونه شون دعوتت میکنن دفعه آخرش هم میان میگن من از بهش اومده و مادرتم فهمیدی؟ همش حقه است هیچ کس جز من نمیتونه مادرت باشه پدرت، مادرت، جدت، آبادت، تیر و تبارت، سر و بونت، همش من هستم نه،
شما دروغ میگید. هیچ کس این بچه نیست. حق ندارین بچه رو از وجود مادرش محروم کنید. شما باید پسر منو به هم برگردونید. خانم عوضی گرفتید. کی گفته این بچه مال شماست؟ خودم، خونم، احساس مادری، شناسنامش، قانون، یه نفر شاهد، کسی که با چشماش دیده شما بچه رو از تو سقف خونه برداشتی. اینا چی گفتی؟ هیچ کدومش من نمیشناسم. برو واسه خونه رو بفروش. شما خانم رو یه خود هوا بخور، خانه تو جا بیاد. هیچ قانون مقامی نمیتونه این بچه رو از من بگیره. اما من سر تا سرت جدا میکنم که دیگه ما رو اشتباهی تو باغ وحش نبری. تو میبینی هر روز بچه رو میبرد با میمونه بازی میکرد. دیدی چه میمونه قشنگی داشت؟ یکی خیلی شبیه تو بود. مالا که حرف حساب سرت نمیشه عشد تو بگو. آخ سبکو، کی گفت حرف حساب سرم نمیشه؟ کی گفت؟ سبکو، سبکو تو بگو. سبکو، سبکو. باید بریم تو پارک کودک. من حاضرم هر چقدر پول بخواید بهتون بدم، به شرطی که پسرمو به من برگردونی. من به پول شما احتیاج ندارم، به این بچه احتیاج دارم. داری به گردن این بچه نداری. مادرش منم که با بیکاری و هزار بدبختی برای بچه گرسنه‌ست شیر تهیه میکردم و نمیذاشتم گریه کنه. تو برف و چله زمستون تو بغلم میگرفتمشو با حرارت تنم گرمش میکردم. هر وقت تب میکرد مینداختمش به کولم و با پای پیاده از این بیمارستان به اون بیمارستان به دکتر میرسوندمش. 6 سال تموم با خون دل بزرگش کردم. از قضای خودم زدم، از خواب خودم زدم، از راحتی آسایش خودم زدم. مثل یه مادر حقیقی بزرگش کردم. حالا شما از گرد را رسیدی آمدی میگی این بچه مال منه؟ الحق که خیلی بی‌انصافی. من به شما حق میدم، ولی باور کنین همون لحظه ای که در اثر جنون این کار کردم پشیمون شدم، اومدم بچه‌مو بردارم میدم نیست. و به خاطر اینکه خدا منو ببخشه و بتونم بچه گم شدم و فراموش کنم، 6 سالی که تو کودکستان به بچه های مردم خدمت میکنم، اما هیچ کدوم جایی بچه همو نگرفتم. 6 سالی که آرزوم این بوده شب که میخوابم دستای کوچولی بچه هم به دور گردنم حلقه بزنی، و حالا که اونو پیدا کردم شما باید اجازه بدین که من به آرزوی خودم برسم. شما باید اجازه بدین که اونو در آغوش خودم فشار بدم و بگم من مادری ترسم. نه بیا پایین، بیا مارا جالا. اگه صدا در ریا تا دسته ای کار بیرسیم باید بچه رو به ما نشون بده. بله شش، اجازه بدی که پی دستشه. آهای باد کنکی، باد کنکی، بیا باد کنکات ازت بخرم. بیا جیبنم، بیا آقا بسر. اومدی بریم با
هزار زحمت آقای بازپرس پیدا کردم. الان با چند نفر پاسبان میان اینجا؟ خب شما موقع این حرفا نیست. شما خانم منتظر بازپرس باشین، شما بیاین با من بریم بچه رو پیدا کنیم. یالو زود باشین. بزن بنره. پدر مادره به تراش دارن زار زار گریه میکنن. برو بچه رو بگیم. بچه مال منه، اگه شارگه می قطع کنید نمیتونه آتم جداش کنید. بده من بچه رو. برو بگیم، برو بگیم. هر دو هم به حال خود. بده من بچه رو. نه، نداری من. نداری من. اسرائیلم باشی از اون دنیا اومده باشی بچه رو به کسی نمیدم. پس بدونید که خداوند شما رو نمیبخشه. خیلی هم خوب ببخشه. خودش میدونه با چه زحمتی این بچه رو بزرگ کردم. این بچه به جون من بسته است. اگه یه پول سربازم به خودتون بیارید نمیتونی یه موی این بچه رو از من بگیری. اگه تمام پولای دنیا رو هم جمع کنین یه جا بهم بدی نمیذارم حتی دستتون بهش اشاره بشه. فقط خداست که میتونه تکلیف منو این خانم بچه رو معلوم کنه. پس به خاطر همون خدا نباید یه مادری رو از وجود بچه‌ش محروم. مادری که پشیمون شده و 6 سال تمام به خاطر بچه گم شده شب و روز نداره و سرگردون، این از جوان مردی بدونه که شما به یه مادر محروم رحم کنید. میدونید ما شاهد زنده داریم که شما این بچه رو از تو سرخونه برداشتید، اما هیچ وقت نمیخوام اون به زور از شما بگیریم. تنها رضایت شما شرط. و اگه این گذشته بکنید نه تنها بچه وارث ثروت زیادی میشه و خوشبخت خواهد، بلکه شما هم در این خوشبختی سهیم هست. گوش کن همه جون، یادت بهت گفتم مادرت رفته تو بهشت، حالا برگشته که فقط تو رو ببینه. اونو هاش دیگه بر نمیگرده تو بهشت؟ نه، اومده تو رو ببره خونش. خونش هم مثل بهشت بزرگه، پر درختای قشنگ. میری توش بازی میکنی، ورجه ورجه میکنی، تو رو مدرسه میفرستن وسط لباسای نو، اسباب بازی، هر چه که بخوای میخرم. من نمیرم، میخوام پیش تو باشم. نه بابا، باید بری خونه مادرت. اونجا هر شب پلو میخوری، مرغ میخوری، اینجوری جوجه منش میکشی. اما خونه من باز همونو پنیر آب پوش. تا چه میخوای دیزی بخوری؟ خب؟ پس تو هم بیا. باشه، منم هر روز میام میبینم. حالا دیگه برو خانم، این امانتی تو. متشکرم. آخ پدرم، شما یه انسان واقعی هستی. اگه بودم این کارو نمی کردم، فقط به خاطر خدا با خوشبختی بچه این کارو کرد. هر روز میارمش تو پارک شما رو ببینه. بچه خسته شد، نیست که داره خوابش میاد. بهتر برسیمش خونه.
گذشت بزرگی که خب من شما رو میخونم بفرمید دوش پدرش باشه با کسی هم جز شما نمیتونه مادر این بچه باشه و تنها راهه من بگم بابام و مادرم شبا من پیش خودشون بخوام باشی بابا قبول میکنی میگم قبول میکنی اول به این مادره چی میگه من که از خدا دلم دارم مادرم هم قبول میکنی از امشب هم وسط میخوابم تو مادرم این برون برم بخوابیم نه و از حالا معامله مو نمیشه تو نباید وسط بخوابیم چرا؟ گوش کن بابا جون من و مادرت نمیتونی با هم زندگی کنیم دوتا وصله ناجوریم من یه کاسب آبگوش خورم مادرت یه زن متشخصیه نمیتونه با اون زندگیش زندگی متعلق به این بچه است منم مثل شما زحمت میکشم و نون میخورم یه آموزگارم فهمیدی؟ آقا این بابام نمیفهمه شما بهش چیز هست زندگی مشترک شما با آینده این بچه بچه ای که به هر دوی شما احتیاج داره خب بفرمید سوارش